زندگی. زندگی قصه ای است که هر روز برای همه ما به گونه های متفاوت با خوشی و تلخی تکرار می شود. ما قصه ها و برداشت های متفاوت از زندگی داریم. در این پادکست یک قصه واقعی از زندگی را من برای شما به خوانش می گیرم. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد و همچنان از شنیدن این داستان لذت ببرید و با انگشتان پرمهرتان این پادکست را لایک و سابسکرایب کنید. همراهان گرامی به ادامه این داستان با من بمانید. روزی از روزگار در یک شهر کوچک عجیب و غریب که بین تپه‌های متحرک که جویبارهای غوغایی در گوشه و کنار آن قرار گرفته بود، شخصی به نام الیور در آن زندگی می‌کرد. الیور یک فرد معمولی بود که اشتیاق فوق‌العاده به زندگی داشت. الیور هر روز صبح با صدای آهنگین و غوغای پرندگان در آغوش گرم طلوع خورشید از خواب بیدار می شد. این روال زندگی روزانه او بود که هر روز را با اشتیاق سپری می کرد. الیور هر روز بعد از اینکه از خواب بیدار می شد یک پیاله قهوه را نوش جان می کرد. بعد از نوشیدن قهوه با همسایگان گفتگوی کوچکی انجام می داد. بعد از آن در گوشه و کنار آن شهر کوچک برای مدتی به قدم زدن می پرداخت. الیور از هر لحظه زندگی لذت می برد. در این قسمت شعری از سایت وزین روزنه برای شما دکلمه می کنم. خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا دردی که درمانش تو باشی، خوشا راهی که پایانش تو باشی. خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا ملکی که سلطانش تو باشی، خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا آن دل که دلدارش تو گردی، خوشا جانی که جانانش تو باشی. خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که خواهانش تو باشی. چه خوش باشد دلی امیدواری که امیدی دل و جانش تو باشی. همه شادی و عشرت باشد ای دوست در آن خانه که مهمانش تو باشی. گل و گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستانش تو باشی. چه باک آید ز کس آن را که او را نگهدار و نگهبانش تو باشی. مپرس از کفر ایمانی بیدلی را که هم کفر و هم ایمانش تو باشی. مشو پنهان از آن عاشق که پیوست همه پیدا و پنهانش تو باشی. برای آن به ترک جان بگویید دلی بیچاره تا جانش تو باشی. عراقی طلب درد است دایم به بوی آن که درمانش تو باشی. عراقی طلب درد است دایم به بوی آن که درمانش تو باشی. امیدوارم دکلمه این شعر زیبا خوشتان آمده باشد و ادامه داستان توجه کنید. یک روز هنگامی که الیور در کتاب فروشی محلی در جستجوی کتاب بود، به طور تصادفی با یک رمان قدیمی که در زیر گرد و خاکی در گوشه قرار گرفته بود برخورد کرد. با کنجکاوی تصمیم گرفت آن را بخرد. او نمی‌دانست که این برخورد تصادفی با یک داستان فراموش شده فصل جدیدی را در زندگی او باز می کند. همانطور که الیور صفحه می زد و در جستجوی قصه های بیشتر بود،
خود را به قلمروهای جادویی می‌یافت و شخصیت‌ها در آن رمان به همراهان او تبدیل شدند. این رمان تخیل او را برانگیخت و او شروع به یافتن قصه‌های خودش کرد. الیور میزبان جلسات داستان سرایی در میان شهروندان شد و با روایت‌های جذاب خود هم پیر و هم جوان را به خود جذب کرد. مهارت او در داستان سرایی فقط سرگرم کننده نبود، بلکه باعث ایجاد حس وحدت در جامعه شد. همسایه ها با هم دوست شدند، غریبه ها همدم شدند و شهر به تابلوی پرجنب و جوش از داستان های مشترک و خنده تبدیل شد. الیور با استقبال از پیچ و خم های زندگی آموخت که خوشبختی در دستاوردهای بزرگ یافت نمی شود، بلکه در ارتباط ایجاد شده و داستان های مشترک یافت می شود. او در میان همسایگان و چراغی از مثبت بودن تبدیل شد و به دیگران الهام بخشید تا لذت هر لحظه زندگی را بچشد و شادی را در زندگی معمولی بیابند. به این ترتیب در این شهر کوچک داستان الیور مانند رمانی به زیبایی نوشته شده است که مملو از خنده و دوستی می باشد. این حکمتی که جادویی واقعی زندگی در لذت بردن زندگی است و این داستان خاتمه می دهد. از توجه و همراهی شما سپاس گذارم. عزیزان و همراهان من، داستان مورد نظرتان را در کامنت بنویسید. خوشوقت بمانید و از زندگی لذت ببرید.